بنابر نوشته گزارش بین المللی، گروه سنی های تندروی داعش در حال برنامه ریزی برای بازگشت به جبهه جنگ از طریق درگیری فعلی در خاورمیانه است. مجله الکترونیکی اسپشیال اوراسیا که متخصص در مطالعات و تحقیقات جهانی است، گزارش مفصلی منتشر کرد که در آن از طرح‌های گروه سنی های تندروی داعش برای سوء استفاده از درگیری فعلی در منطقه خاورمیانه به منظور سازماندهی مجدد صفوف خود خبر می‌دهد. این گزارش به نقل از یک مجله منتسب به این گروه تروریستی به نام نبأ نوشت، اکنون که در رویارویی ارتش اسرائیل و کشورهای دارای اکثریت شیعه در حال رخ دادن است و مصداق جنگ الهی بین دو اردوگاه کفار است، باید از آن شرایط بهره برد و آماده حمله مسلحانه به جوامع مسیحی و شیعه شد. کریستیان ترازی نویسنده این گزارش اظهار داشت، با توجه به شرایط جنگ و درگیری در خاورمیانه و آنچه در مجله این گروه تروریستی ذکر شده، باید مراقب باشیم تا گروه سنی های تندروی داعش از ضعف امنیتی موجود در خاورمیانه سوء استفاده نکرده و اقدام به جذب عناصر خود نکنند و تنش را در این منطقه بیشتر نکنند. آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر با ماست. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر هنرور، با توجه به گزارش‌های اخیر در مورد برنامه‌ریزی داعش برای سوء استفاده از درگیری‌های خاورمیانه، چه اقداماتی باید انجام شود تا از قدرت‌گیری مجدد این گروه تروریستی در منطقه جلوگیری شود؟ اونچه بزن سلام و عرض ادب خدمت شما و همه دستندرکاران و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، ببینید اونچه که جامعه جهانی برای خودش به عنوان استراتژی تعیین کرده، اولا که منحصر به خاورمیانه نیست، بحث شمال آفریقا هم هست که به طور جدی مطرحه، حالا چه داعش چه داعیه‌داران دیگر تفکر سلفی تکفیری و تندروی های از قبیل داعش. خلافت اسلامی، حالا داعش در یک منطقه خاص در خاورمیانه هست و این در شمال آفریقا هم وجود داره، گروه های مثل بوکو حرام و گروه های دیگر، و این ائتلاف به اصطلاح ضد خلافت اسلامی منحصر به داعش نیست و حدود 80-90 کشوری که درش عضویت دارند، البته در مورد کشورهای آفریقایی صرفاً سه کشور آفریقایی موزامبیک، غنا و یک کشور دیگه عضو هستن که به اصطلاح این در جلسات شرکت میکنن که عضویت رسمی در ائتلاف ضد داعش ندارند. اما استراتژی جهانی به سه بخش تقسیم شده، یک بخشی که مربوط به عراق میشه که در جلسات وزرا و وزرا خارجه و نخست وزیران اینها مطرح شده در جلسات روم و پاریس و جاهای دیگر. در مورد عراق، با توجه به اینکه ائتلاف رهبری آمریکا از عراق خارج خواهد شد عنقریب، بحث اینه که از طریق خدمات گسترش قدم به قدم خدمات مستشاری، آموزشی و ظرفیت سازی فرهنگی این مبارزه رخ بده. در مورد شمال آفریقا استراتژی مبتنی است بر تقویت نهادهای مدنی NGOها و تحکیم حاکمیت قانون و گستره به اصطلاح اختیارات دولت، از این طریق با قصه برخورد میکنن. در مورد سوریه قصه فراتر از اینه و با هر گونه چیزی که به تروریسم شباهت داشته باشه یا ممکنه که باش ارتباط داشته باشه برخورد امنیتی بیشتر میشه تا یک برخورد استراتژیک سیاسی و فرهنگی. ولی خود این کشورها هم طبیعتاً باید با هوشیاری هم فرهنگی و هم امنیتی به این روند کمک کنند و هیچ وقت جامعه جهانی و ائتلاف‌های ضد تروریسم اونقدر که خود این کشورها میتونند از طریق آموزش و به اصطلاح برخورد با انحرافاتی که از نظر فرهنگی و اقتصادی که منجر به جذب گروه‌های تندرو میشه میتونن مراقبت و ممانعت از این امر بکنن، من تصور نمی‌کنم که جامعه جهانی بتونه این کارو انجام بده. بله، ممنونم از شما دکتر آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال تحلیلگر سیاسی از هانوفر.